سلام عزیزان، وقتتون بخیر. گاهن بچه ها در فرایند رشدشون با مشکلات دردناکی مواجه میشن. یکی از اونها دندون درآوردنه. در این ویدیو با ما همراه باشید تا مراقبت و نحوه دندون درآوردن بچه ها و راهکارهایی که والدین باید بلد باشن رو با هم مرور کنیم. بچه ها در محدوده 4 تا 7 ماهگی ممکنه شروع کنن به دندون در آوردن و گاهی هم ممکنه در 3 ماهگی اتفاق بیفته و گاهی هم اونقدر با تاخیر که تا 13 ماهگی هم ممکنه اتفاق نیفته. اینکه بچه زود دندون در بیاره یا دیر دندون در بیاره ربطی به بهره، هوشی، فهم، شعور داره خیر اصلا هیچ ارتباطی به اینها نداره و نشانه مزیت و برتری خاصی نیست. بنابراین اگه بچه‌تون زود دندون در آورد مایه افتخار نیست و اگر دیر داره در میاره تا محدوده مجاز هیچ اشکالی نداره و نباید نگران باشید که چرا دیر داره دندون در میاره. بچه‌ها معمولاً علائم زیادی برای دندون در آوردن داره. خارش لثه و آبریزش فراوان دهانشون حتی قبل از اینکه دندون‌ها در بیاد ممکن اتفاق بیفته. بچه‌ها تمایل دارن چیزی رو گاز بگیرن، وسایل رو داخل دهانشون بگذارن و دائما دستشون داخل دهانشون هست که این باعث میشه اشیای آلوده‌ای که وارد دهانشون میشه گاهن باعث اسهال شدید براشون بشه و یا حتی تب بکنن که معمولاً اسهال در کنار تب بالا ممکنه که هیچ ربطی به دندون نداشته باشه، بلکه از عوارض کارهایی هست که بچه‌ها دارن انجام میدن برای اینکه خودشونو آروم کنن و ممکنه که در جایی که داره دندون در میاد قرمزی، تورم و در نهایت پاره شدن لثه ها دیده بشه. بچه ها در این شرایط بیقرارن، بدخوابن و بی اشتهان. ممکنه بچه‌ای که خوب غذا میخورد و خوب میخوابیده دیگه این اتفاق براش نیفته تا اون دندون در بیاد. بنابراین اگر چنانچه بچه‌ای تب بالای 38 درجه داشت، بیحال بود، بی اشتها بود، سرفه داشت، استفراغ میکرد، اسهال میکرد، اینها رو نباید به دندون در آوردن ساده ربط بدیم، بلکه ممکنه شروع بیماری های ویروسی یا میکروبی باشه و حتما باید پزشک بچه ها رو ببینن تا خیالتون راحت بشه که مورد خاصی ندارن. اما در کنار الگوهای دندونی متفاوتی که بچه ها در میارن، گاهی از پایین، گاهی از بالا، گاهی از دندانهای نیش شروع میشه که هیچ تفاوت خاصی نداره و نباید باعث اضطراب و نگرانی والدین باشه، اونچه که اهمیت داره والدین و مراقبین باید نحوه مراقبت از این دندونها رو یاد بگیرن. در مورد بچه‌هایی که درد دارن، بیقرارن، میشه با روش‌های دندون‌ها رو آروم کرد. معمولاً استفاده از وسایلی که سردن، مثل ژله‌هایی که دندون گیرن و میتونید تو فریزر بذارید و بعد بدید بچه ها داخل دهانشون بذارن باش بازی کنن. گاهی گذاشتن اجسام سرد از همه ایمنتر قاشق میتونه روی لثه‌ای که داره متورمه میتونه به بچه ها کمک کنه. استفاده از میوه‌هایی که سفتن مثل هویج، سیب، به شرطی که مواظب بچه ها باشه که یه وقت با فکشون اونها رو خورد نکنن و باعث خفگیشون نشه و تحت مراقبت شما باشه خوبه که استفاده بشه. و گاهی هم ماساژ دادن با انگشت تمیز رو اون لثه ها میتونه کمک کنه و گاهن مسواک هایی که انگشتی هم و شما میتونید اونو سردش کنید و بعد با اونها ماساژ بدید و کمک کنید بچه ها دردشون رو کمتر داشته باشن. و در مواردی که با همه اینها شرایط بهتر نشد، میشه به صورت موردی از داروهایی که در واقع ضد دردن مثل استامینوفن برشون استفاده کرد. اما زمانی که دندون ها در میاد مراقبت ها بیشتر میشه، برای اینکه این دندون ها برای فردی هست که به بهداشت دهانش در واقع اون درک رو نداره اهمیت نمیده و شما به عنوان پدر مادر و والد مسئول هستید که از اون دندون ها مراقبت کنید. یکی از اون کارا اینه که بعد از اینکه بچه ها شیر خوردن با یک پارچه تمیز و مرطوب روی دندون ها بکشید و تمیز بشه و از زمانی که در واقع بچه ها 6 ماهشون تموم میکنن شما میتونید از مسواک هایی که انگشتی هستن برای تمیز کردن لثه ها استفاده کنید، خصوصا بعد از شیر شبانه که بچه ها ممکنه ساعت های طولانی در واقع اون شیر رو داشته باشن. گاه هم میتونید از پستانک برای آروم کردن بچه ها استفاده کنید. مطمئن پستانک رو به مواد قندی نباید آغشته بکنید، به شکر یا مواد دیگه ای نباید و در واقع این جاذبه ای برای پستانک ایجاد نکنید. برای مراقبت از دندون ها نگه داشتن طولانی
شیشه شیر و یا پستان مادر خصوصا در طول خواب شب باعث میشه که در اون محیط بسته در واقع شیر دائما جریان داشته باشه و مسائل مراقبتی انجام نشه و حتی روی رویش دندونا و خصوصا روی دندونای فک بالایی تغییرات ایجاد کنه و در واقع فک ها از روی هم قرار گرفتن در واقع دور میشن و باعث میشه انحرافاتی در فک ها ایجاد بشه که لازم هست توجه کنید. و همچنین به خاطر اینکه بچه‌ها خوب مراقبت‌های بهداشتی رو نمی‌تونن رعایت کنن، نوشیدنی‌های قندی اونها رو محدود کنید. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، اطلاعات این ویدیو رو با اونها هم به اشتراک بگذارید و بر ما کامنت کنید خودتون چه مشکلاتی داشتین در رابطه با مراقبت از دندون‌های کودکتون. ممنون از توجهتون.